خب صفحه 36 3 چویس یعنی انتخاب اور shows two choices اور نشان دهنده دو تا انتخاب است هنگامی که در مورد انتخاب صحبت می کنیم یعنی دو مورد در پیش رو داریم که می خواهیم انتخاب بکنیم از اور به معنی یا استفاده می کنیم. مثلا you should do your homework you should wash the dishes you should do your homework یعنی شما باید تکالیفتو انجام بدی اور یا اینکه you should wash the dishes یا یعنی اینکه ظرفا رو بشوری. for result یعنی نتیجه. so shows that the second sentence is the result of the first one so yani banobar in pass neshon midahat ke dovomin jumle natije jumle avalast. said studied hard for the exam said passed the exam said studied hard for the exam so he passed it said سخت برای امتحان مطالعه کرد بنابراین در امتحان قبول شد پس اگر بخواهیم نتیجه چیزی را بیان کنیم از سو استفاده می کنیم دقت کنید دوستان گاهی اوقات سو پیش از صفت به کار میره که در این صورت به معنی خیلی بکار میره یعنی وقتی که سو قبل از صفت به بره به معنی خیلی هست